امریکا سر بزنیم به پدر خانومم و مادر خانومم، اونجا متوجه شدیم که همسرم بارداره، اولین بارداریش بود و خیلی هم اصرار کردن که بمونم پیش خانواده، همه اصرار کردن. منم با اینکه برنامه‌ای نداشتم برای موندن، تصمیمم چند هفته بود، نزدیک یک سال اونجا موندم تا پسرم به دنیا بیاد. خب دلم هم از یه طرفی بود که همسرم اولین بارداریش رو حتما پیش خانواده خودش باشه. اونجا اسمی انتخاب کردیم برای پسرم، یه مقدار به سختی خوردیم و کنسول کمک کرد از طریق یکی از دوستامون توی تهران. بعد اومدیم ایران و یک پسر داشتم، دخترم وارانا بود و هم در واقع پسر دومم که فرزند سومم میشد، خبر رسیدنش اومد و ما در این دوره چند ماهه بارداری به سر می‌بردیم که تا اون دوستی که تو وزارت امور خارجه به ما کمک کرد بود برای نامگذاری پسر اول، ما رفتیم پیششون و تشکر کنیم. یه دوست مشترکی داشتیم، گل و شیرینی گرفتیم و یه هدیه‌ای که بریم ازشون تشکر کنیم. بنده خدا دعوت کرد ما رو توی همین ساختمون امور خارجه و یه دفتر خیلی مرتب و منظمی داشت. من وقتی که میرفتم عنوان ایشون از قبل نمیدونستم، روی دفتر دیدم که یک عنوان خیلی مهمی برای ایرانیان خارج از کشوره، مسئول رسیدگی به یکی از بخشای خیلی مهمی بود تو زمینه ایرانیان خارج از کشور رفتیم و ولی من به اسم میشناختم و باشون در ارتباط اینترنتی بودم. رفتم دیدمشون، خیلی تحویل گرفتن و اتاق خیلی بزرگی مناسب این کار رو نشستیم که یه پذیرایی بشیم، گل و شیرینی رو بدیم. در همین هنگ به ما اون مقام مسئول خیلی مهربون و کار را انداز گفتش که همه چی خوبه و پسرت و اینا دیگه نمیریم اون طرف. گفتم چرا؟ ولی الان نه، به خاطر اینکه همسرم پسر دیگه ای رو بارداره. گفت اه چقدر مثلا ماشالله، به خاطر این میرین اونجا؟ گفتم نه، ما تصمیم داریم که این پسر رو تو تهران، تو ایران به دنیا بیاریم و دارم کار میکنم. همسرم با اینکه ذهنش، خاطر اینکه بزرگ شده اینجا نیست، ذهنش اینه که بریم اونجا، انواع اقسام چیزای مختلف تو فکرشون میامد، از همه مهمتر مسائل مربوط به پزشکی و رسیدگی پزشکی و اینا بود. گفتم دارم روش کار میکنم که تو همین ایرانم ما حتی شاید با شرایط بهتری بتونیم این کار انجام بدیم. اون مقام مسئول در زمینه ایرانیان خارج از کشور به من گفتش که باید میرفتین اونجا، فکر میکنم. گفتم نه، حالا میخوایم بمونیم. خیلی بنده خدا مهربون به من گفت من به خاطر رفاه و امکانات و این چیزایی که برای بچه ها پیش میاد داشتم میگفتم، وگرنه قصد مثلا دخالت و فضولی نداشتم. بهشون گفتم که فلانی، البته دکتر نبود ایشون، حاج آقا خطابش کردیم، بیشتر وجناتشون اون مدلی بود و خیلی آدم مهربونی بود، اصلا نمیتونم بگم از مهربونیش کم کنم، شاید ذهنیتش اینطور. گفتم اگر یک نفر تو کل کره زمین، یک نفر نباید این حرف رو به من بزنه، خود شمایی، به خاطر این صندلی، این جایی که نشستین. حالا حاج آقا، خارج از این صندلی که اینجا نشستین و به خاطر این صندلی و به این موقعیتی که شما دارین، این حرف از شما شنیدنی نیست و خریدنی نیست، جدای اون، من خودم 32 شهر در تمام دنیا به غیر از قاره آفریقا که تا حالا نرفتیم برای کنسرت، رفتم تو خیلی از شهرها 3-4 دفعه 2 دفعه کنسرت برگزار شده. گفتم شب برگزاری یه کنسرت موسیقی شبیه که کسایی که تو برنامه شرکت میکنن پول خرید بلیتو خیلی هاشون با سختی پرداخت میکنن که یک شب بهشون خوش بگذره، یعنی بعد از ظهرش لباسای خوبشون و فضای خوب انگار دارن میرن که بهشون خوش بگذره. گفتم تو جایی که آدما پول خرج میکنن تا بهشون خوش بگذره، دیگه حتما غم و غصه رو پشت اون سالن گذاشتن و اومدن که فقط واقعا از این موسیقی لذت ببرن و بهشون خوش بگذره. من به عنوان خواننده اسکن کردم آدمایی که منو
تماشا میکردن. تمام این 30 تا شهر که ایرانیان خارج از کشور همه تو همه دنیا پراکنده شدن. گفتم من به شکل به عنوان یک هنرمند از روی استیج وقتی عموما اسکن کردم آدما رو دیدم که در زمینه خوشبختی و اینکه کیان و چیان بلا تکلیفن به شکل کلی خارج از استثناها. گفت درست میگی اینطوری، حالا خوشبختی چیه؟ گفتم من تعریفم از خوشبختی اینه که دو تا المان اول و دومش در تمام دنیا یکسانه، یعنی فاکتور یک و فاکتور دو خوشبختی در تمام دنیا تو هر قومی، قبیله‌ای، کشوری باشی یکسانه. یک، خانواده، همراهی خانواده، خانواده‌ای که تو تشکیلشون دادی و خانواده‌ای که تو رو تشکیل دادن، بتونی نزدیکشون باشی. دومی اینکه تو لوکالیته خودت زندگی بکنی. گفت لوکالیته چیه؟ تعریفت از لوکالیته. گفتم لوکالیته یعنی تو وطن خودت. اینه که لوکالیته کجاست؟ گفتم لوکالیته جاییه که تو وقتی فقط یه صدا میکنی این طرف خیابون بدون اینکه یه کلامی ازت خارج بشه، فقط با خروج یک صدا اون طرف خیابون میفهمن که آیا کسی که این صدا رو ازش خارج شده ترسیده، خوشحاله، متعجبه، عصبانیه یا چی. اونجا میشه لوکالیته، اونجا میشه وطن آدم. گفتم در کنار خانواده و در وطن، این اولین و دومین فاکتور خوشبختی ثابت در تمام دنیا و با تمام اولویت هاست. من فکر میکنم که ما یه مقدار خیلی زیادی اعتماد به نفس عمومی و ملیمون پایینه و پایین اومده و مطمئنم که تبلیغاتی که درش اتفاق میفته بی تأثیر نبوده. تبلیغات خیلی سنگینی برای اینکه ایران از اون از جایی که هست پایین تر نشون داده بشه. فکر میکنم که دوره این رسیده که ما این فضا رو برعکس بکنیم و آنچه که داریم رو بلند بلند ازش حرف بزنیم و بگیم که از هیچ جای دنیا که کم نداره، از خیلی از امکانات و از خیلی از پیشرفتایی که همه دارن در این مسابقات شرکت میکنن جلوتره و اگرم جای دیگه ای داره اتفاق بزرگ دیگه ای میفته، همین ایرانی ها هستن که اونجا مدیرها و سوپروایزرهای اون پروژه ها هستن. یه تحقیق کوچولو تو اینترنت داشته باشین میرسین به نخبه های بزرگی که همه خودشون ایرانی میدونن و ایرانی هستن. در خدمت یک مهمان عزیز هستیم که یه آیتم کوچولویی رو قبل از معرفی ایشون ببینیم تا من ارتباط صحبتامو با این مهمونی که دعوت کردیم و امروز در خدمتشون هستیم به شما بگم. یه آیتم کوتاه می‌بینیم.